ادامه میدیم با سعید جعفری روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل بین الملل از روم. آقای جعفری، تصویب قطعنامه در شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی اصلا چه پیامدهایی برای جمهوری اسلامی داره و اساسا چه تأثیری میتونه بر روند فعالیت های اتمی جمهوری اسلامی داشته باشه؟ ببینید، همونطوری که پیش بینی میشد، متن و بیان قطعنامه شورای حکام چندان جنبه الزام آور و توبیخی نداشت و بیشتر از ایران درخواست کرده بود که هر چه سریعتر همکاری های خودش رو با آژانس گسترش بده و پاسخ بده پرسش ها و ابهاماتی که در ماه های اخیر حول موارد اعلام نشده به آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره برنامه هسته ای ایران وجود داشت. در نتیجه من فکر نمی کنم فعلا در این مرحله این قطعنامه کاری جز صدور یک اخطار جدی به برنامه هسته ای ایران انجام داده باشه، که البته این اخطار هم در نوع خودش قابل توجه است، به این معنا که در مسیر فزاینده تنشی که ما در حال حاضر درش قرار داریم بین رابطه بین ایران و آژانس حول برنامه هسته ای ایران، این میتونه گام نخستی باشه که در ادامه در صورتی که آژانس نتونه پاسخ پرسش های مد نظرش رو بگیره، منجر بشه به صدور قطعنامه های تندتر و احتمالا در ادامه ارسال پرونده ایران به شورای امنیت و همینطور فعال شدن مکانیزم ماشه. در نتیجه من فکر میکنم تمام این روند و این چشم انداز پیش رو بستگی به این خواهد داشت که رفتار جمهوری اسلام ایران چگونه خواهد بود و همینطور در مذاکرات سیاسی و دیپلماتیک چه اتفاقاتی خواهد افتاد. به هر حال ما در جریان هستیم که هر چند گفتگوها تعطیل شده و به حالت تعلیق در اومده و در اتریش دیگه دیپلمات‌ها با یکدیگر گفتگو و مذاکره ندارند، اما همچنان تلاش‌های پشت پرده‌ای صورت می‌گیره. سفر آقای مورا بود به تهران، تلاش‌هایی که برخی از کشورهای منطقه‌ای دارن انجام میدن برای میانجیگری بین ایران و ایالات متحده آمریکا. باید ببینیم این تلاش‌ها نتیجه بخش خواهد بود یا خیر. در غیر این صورت شرایط بسیار مشابه وضعیتی هست که ما در ابتدای دولت آقای احمدی نژاد باهاش روبرو بودیم، به این معنا که مقام‌های جمهوری اسلامی ایران تصورشون بر این بود که با گسترده‌تر کردن ظرفیت غنی‌سازی و پیشرفت برنامه هسته‌ای میتونن اهرم فشاری پیدا کنن برای اینکه امتیازات بیشتری بهش برسن. در نتیجه من فکر می‌کنم که ما خیلی خیلی سناریوی مشابه به اون شرایط رو داریم و احتمالاً مسیر پیش رو هم بسیار شبیه به همون مسیر خواهد بود. آقای جعفری، الان جمهوری اسلامی گفته تصویب این قطعنامه روند همکاری با آژانس رو تضعیف میکنه، یا در واقع این به معنای افزایش تنش تهران و آژانس و همینطور کاهش احتمال توافق ایران و غربه؟ بله، قطعا همینطوره. در واقع نوع واکنش مقام‌های جمهوری اسلامی ایران کاملا نشون میده که در واقع میتونه به ما کمک کنه در ترسیم چشمانداز پیش روی همکاری‌ها و تنش‌های احتمالی بین ایران و آژانس. همونطور که پیش از صدور قطعنامه بخشی از دوربین‌های فراپادمانی رو در واقع تصویربرداریش رو قطع کردن و بعد از صدور قطعنامه هم همونطور که پیش‌بینی میشد اعلام کردن که تولید و ساخت سانتریفیوژهای پیشرفته رو از سر میگیرن و انجام میدن، نشون دهنده این هست که ما دقیقاً در شرایط مشابه شرایط دولت آقای احمدی نژاد هستیم. با توجه به اینکه کسانی که در حال حاضر مسئولیت پرونده هسته ایران رو در دست دارن، افرادی که توی نهادهای تاثیرگذار و سیاستگذار هستن، تفکراتشون بسیار نزدیک به همون شرایط هست، واقعیت اینه که بعد شدتگیری تنش‌ها محتمل‌ترین سناریویی هست که ما میتونیم در آینده انتظارش رو داشته باشیم در خصوص برنامه هسته‌ای ایران. سپاسگزارم از همراهی شما. سعید جعفری روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل بین‌الملل از روم همراه ما بودید.